باور کنید اگر دستشون نرسید محمد صلی الله علیه و سلام رو زندانی میکردن، اکستریمیست میدونستن. میدونید برای چی؟ وقتی که ما یک کتابچه بود 40 حدیث، 40 حدیث نه شهر دارد نه تفسیر دارد، فقط متن همون 40 حدیث رو چوب کردن، حدیثای صحیح که در طبق مذهب حنفی در همه جا میخوان. وقتی که والدی تاجیکستان شد، در نزد کمیته دین یک مرکز تشخیص هست به فکرم، اکسپرتیز میکنند که آیا این کتاب ها مواد اکستریمیستی دارند یا نه. همون 40 حدیث رو وارد کردن، بعضی برادران وارد کردن در فرودگاه، تماجنی او رو نگه داشت، نسخهش رو فرستادن به اکسپرتیز که گفتن اگر اکسپرتیز مثبت جواب داد که این دیگر محتوای اکستریمیستی ندارد، ما اجازت میدیم که وارد شود. بعد میدونید نتیجه اکسپرتیز چی شد؟ گفتن که این اجازت وارد کردن به تریتوری تاجیکستان دادن شد، چون که در محتوای این کتاب حرفی هست که خاراکتر اکستریمیستی دارد. برادر عزیز، 40 حدیث از حدیث پیامبر است. این در همه دنیا هست، در تاجیکستان در زمان شوروی هم درس داده میشد این 40 حدیث یا 40 میگفتن. خب کجای این اکستریمیسم است؟ ولی از نگاه کمیته دینی تاجیکستان، حکومت جمهوری تاجیکستان، این مواد اکستریمیستی حساب است. پس وقتی که مواد اکستریمیستی هست، گوینده این حدیث هم اکستریمیستی حساب می شود. اگر شعر ابن سینا مواد اکستریمیستی هست یا تحقیر است، پس ابن سینا هم اکستریمیست است. یک آدمی حالا خیانتکار و بردهان است، نعوذ بالله. یا وقتی که پیامبر رو اکستریمیست می دانند، یا اینکه یک شاعر رو.